سرخط خبرها. گمرک مرزی اسلام قلعه در کام آتش، دست کم 500 تانکر مواد سوختی در هرات آتش گرفت و ده ها راننده در میان شعله های آتش سوختند و روانه بیمارستان ها شدند. و این بحران یک بحران شناخته شده، جلسه مدیریت بحران خود ما تشکیل دادیم. ادامه ترورهای هدفمند در کابل، قربانی این زنجیره این بار راننده وزیر دفاع ملی همراه با پسر 5 ساله او است. و تبرئه دونالد ترامپ در دومین محکمه سیاسی او در سنا، ترامپ اعلام کرد به زودی برخواهد گشت. 57 در مقابل 43 رای و رئیس جمهور بی‌گناه است. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. به این سرویس خبری از تلویزیون تمدن خوش آمدید. امروز یکشنبه 26 دلو 1399 شمسی است. من مصطفی برهانی هستم. از شما دعوت میکنم در این بسته خبری با ما همراه باشید. مشروع خبرها. آتش سوزی مهیب در گمرک مرزی اسلام قلعه زیانهای غیر قابل وصفی را به وجود آورده است. مسئولان دولتی میگویند دست کم 500 تانکر مواد سوختی آتش گرفته. والی هرات برای مهار این آتش سوزی اما از تمام منطقه به خصوص ایران درخواست کمک کرده است. به گفته برخی منابع در این آتش سوزی تعدادی از رانندگان تانکرهای مواد نفتی در آتش سوختند. این چنین آتش سوزی در هرات یا حداقل در اسلام قلعه اصلا سابقه نداشته است. مسئولان امنیتی مرز اسلام قلعه میگویند دست کم 500 تانکر تل و گاز آتش گرفته. محل رویداد پارکینگ گمرک اسلام قلعه است. یکی از تانکرهای گاز در داخل گمرک ایران لیک کرده بوده و این زودی از گمرک ایران بیرون شده و در داخل گمرک افغانستان سر و صدای خود بلند کرده. هر قدر با مسئولین صدا بلند کرده که به کمک ما برسیم که این نمی تانکر لیک میکنه گاز است. متاسفانه کسی به کمک از این نرسیده. والی هرات رسما اعلان وضعیت بحرانی کرده و خسارات مالی به وجود آمده را قابل تصور نمیداند. دست به کار شده و از هر کسی که دستش برسد درخواست کمک کرده، هم از ایران و هم از ناتو. سه بار با والی خراسان رضوی صحبت کرده و بنابر گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران تمام توان به میدان آمده. و این به عنوان یک بحران شناخته شده، جلسه مدیریت بحران خود ما تشکیل دادیم و همکارای ما فعلا اقدام میکنن و تمام قوت امنیتی خود بسیج ساختیم که تا بتوانیم ساحه را کنترل بکنیم. ساعت عامه هرات در آخرین گزارشش میگوید تا به حال تنها 17 زخمی به شهر هرات منتقل شده اند. چون آتش سوزی هنوز ادامه دارد، این اداره قاطعانه حرف نمیزند. این آتش هر لحظه دارد بزرگتر میشود. دغدغه مهار این آتش سوزی نمیگذارد روی عوامل بروز این حادثه کسی فکر کند یا حتی حساب و کتاب خسارات به وجود آمده را شروع کند. یحیی فولادی، تلویزیون تمدن، ولایت هرات. بیننده های عزیز، برای جزئیات بیشتر این خبر هماکنون همکارم محمد اسلام بهنوش در استودیو با ماست. آقای بهنوش سلام بر شما. علت آتش سوزی در چی بوده؟ تشکر. علت آتش سوزی دیروز که در نوع خود در دو دهه اخیر در افغانستان بی سابقه بود، اظهارات نظر در این مورد گوناگون است. وزارت مالیه گفته که یک تانکر گاز آتش گرفته و پس از او این آتش سوزی رخ داده. والی هرات سخنگوش در تماس که به او داشتم گفت که خطا انسانی صورت گرفته. یک عضو مجلس نمایندگان هرات هم گفت که یک تانکر گازی که از مرز ایران وارد افغانستان شده و فهمیده راننده که موترش داخل دچار یک عوارض تکنیکی شده یا گاز از اون میرفته، و مسئولین گمرک گفته که موتر من مشکل داره، این عوارض داره، باید رستگی شوه که رستگی صورت نگرفته. اتاق تجارت و سرمایه گذاری که در کابل دفترش از دفتر مرکزیش هم گفته که فساد در گمرکات، عدم خدمات معیاری و توقف طولانی مدت به خاطر تست و کنترل مواد نفتی باعث شده یا یکی از علتهای اساسی آتش سوزی دیروز بوده. بله. اما رئیس اتاق تجارت ولایت هرات گفته که وزارت ترانسپورت اخیراً یک مقرره تازه را به خاطر شرکت‌های ترانسپورتی وضع کرده و گفته مقصر اصلی اداره استاندارد و وزارت ترانسپورت است که اونا را نگه داشته
حدود دو هفته یا کمتر از او موترهای شرکت های ترانسپورتی در مرزها و در تمام افغانستان اعتراض کرده بود. در هرات همچون اقدام صورت گرفته. بله، پس علت آتش‌سوزی ضد و نقیض هست. بله. تلفات و خسارات بجامانده از این آتش‌سوزی تا هنوز چی ها گزارش شده بنوش؟ مثل علت آتش‌سوزی اظهارات درباره بسیار ببخشید درباره تلفات ناشی از این آتش‌سوزی هم گوناگون است. بله. سخنگوی والی هرات جلانی فرهاد میگه که 17 نفر در این آتش‌سوزی مسموم شده، به نحوی زخم برداشته یا مسموم شده در اثر دود و اینا، ولی کسی جان نباخته. یک عضو مجلس نمایندگانی که من به او تماس داشتم گفت که احتمالاً شمار راننده هایی که در این آتش سوزی سوخته بین 80 تا 100 نفر باشه، که جسد شمار از این راننده هایی که در آتش سوخته به هرات منتقل شده. بله. اظهارات ضد و نقیض است. این آتش سوزی در نوع خود در دو دهه اخیر هم قسمی که پیشتر اشاره کردم بی سابقه بود. رئیس اتاق تجارت هرات گفته 8 موضع تانکرهای نفتی و مواد خوراکی یا به نحوی هر مواد تجاری که بوده در مرز اسلام قلعه آتش گرفته و مقام های محلی در ولایت هرات میگه پس از این آتش سوزی که کم کم مهار شده حدود 2500 موتر باربری نجات داده شده یا از ساحت بیرون شده و آتش سوزی به کمک نیروهای آتش نشانی ایرانی و افغانی که از هرات رفته بود به صاحب به مرز اسلام قلعه حالا خاموش شده. هرچند باید دیره گفت که در مرز اسلام قلعه اونجا شرکت های نفتی وجود داره که نفت از ایران وارد میکنه، ایجا بیره میکرد به باور آگاهان اقتصادی که باید یک تأسیسات از آتش نشانی که مربوط وزارت امور داخله میشد اونجا ساخته میشد تا در صورت بروز همچون رویدادهای احتمالی میتونست در امو اوائیل رخداد او را مهار بکنه، ولی متاسفانه چون چیزی در مرز اسلام قلعه یا در گمرک اسلام قلعه وجود نداشته و موترهای آتش نشانی هم که از هرات رفته حدود 1 تا 1.5 ساعت فاصله داره از خود هرات تا مرز اسلام قلعه و بنا به این تأخیری که داشته عمق فاجعه یا عمق آتش سوزی بیشتر شده و مقام ها میگه که یا آتش سوزی از او چیزی که فکر میشه خسارات مالی و جانیش بیشتر است. بله، اگر کوتاه بفهمیم ممنون میشم که یک عکسی در فضای مجازی دست به دست میشه که گویا بقایای اموال آتش گرفته چور و چپاول و غارت میشه، آیا این حقیقت داره به نظرت؟ بله، اظهارات رئیس اتاق تجارت هرات هم داشت، گفت که شب گذشته همراه والی هرات که رفته در ساحه و اونجا متوجه شده یا پس بررسی های اولین بررسی ها یافته که بسیاری از اموالی که آتش نگرفته بوده و دورتر از ساحه آتش سوزی بوده از طرف افراد غیر مسئول و افرادی که معلوم نیست که باشنده محل است یا هرچی است چی شده، چپاول شده و تصاویری که در شبکه های اجتماعی دیده میشه، ویدیوهایی که نشر شده هم بیانگری از است که اموالی که حریق نشده و در مرز اسلام قلعه است در حال چپاول و غارت است از طرف افرادی که معلوم نیست مربوط چه کسانی است، آیا باشنده های محل است یا افراد مسلح غیر مسئول. محمد حسن بهنوش همکارم ممنونم از توضیحات در ارتباط با خبر آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات. ممنونم، تشکر. بیننده های عزیز، ناگفته نماند که عمق این آتش سوزی به اندازه بزرگ هست که گفته میشه تا هنوز مهار نشده، تا جایی که والی هرات مجبور به این شد که دست به دامن کشورهای منطقه مثل ایران شد تا در مهار آتش سوزی کمک بکنن، که این نشان دهنده عدم مدیریت حوادث هست متاسفانه و تدبیر برای مهار وقوع حوادث مثل آتش سوزی گمرک هرات در نظر گرفته نشده. و حال برای بررسی پیامدهای اقتصادی این آتش سوزی هم اکنون استاد مسعود آگاه مسائل اقتصادی را از طریق اسکایپ نیز با خود داریم. آقای مسعود، ضمن عرض سلام، آتش سوزی دیشب در گمرک مرزی اسلام قلعه در هرات چه پیامدهای اقتصادی روی وضعیت کشور و خصوص هرات داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر محمد و آل محمد. سلام بر شما و سلام بر بیننده‌ای که ما را می‌بینند. خدمت شما عرض شود که نمی‌تونه که اقتصاد در هرات دروازه سیاست افغانستان تلقی میشه و دروازه قدرت. هرات یکی از منبع‌های کلان قدرت اقتصادی افغانستان است. بله.
از این لحاظ فکر میکنم که به خصوص وارداتی که از ایران صورت میگیره، نه تنها از ایران است بلکه از کشورهای دیگه هم است که از طریق ایران وارد افغانستان میشه و در حقیقت یک نوع گرچه ثبات کاملا به وجود آورده نمیتونه، بر ثبات اقتصادی افغانستان زیاد کمک میکنه. بله، من فکر میکنم که این 500 تانکر سوخته که با آتش کشیده شد و در پهلوی از این لاری های دیگه معامل تجارتی که هم مورد تاراج قرار گرفت، این دو پیامد کلان داره، سه پیامد کلان داره. بله. پیامد اولیشی است که یک تعداد از تجارای ما ضربه دیدن با 50 میلیون دلار، گرچه 50 میلیون دلار از لحاظ اقتصاد کل و قدر پول کلان نیست، میتونه دولت رو جبران کنه، در حقیقت اینا متضرر شدن. بله. دومی که در حقیقت یک نوع امیدواری و باورمندی ها را ضربه زد برای تجارها و کی بسیار عمده است، و سیومی که برای دولت نشان داد که دولت هم تا اندازه برای مسئولیت سرمایه تجار و برای مسئولیت واردات ما تا اندازه کار کم انجام دادن. نه. و پیش بینی های معین انجام ندادن، گرچه این واقع غیر مترقبه است و نمیشه با این آتش سوزی کلان بی سابقه پیش بینی های معین باشه که چنین یک آتش سوزی صورت میگیره و 500 موتر و لاری و تانکر در میگیرن. شاید اونا به 10 تا 15 تا آمادگی داشته باشن. و چهارمین کاری که است که چرا آتش نشانی نزدیک چنین بندرگاه ها نبوده تا مسئولیت اساسی رو برای اونا ایجاد کنند. فکر میکنم که از لحاظ سیاسی هم در قید فشار بالای دولت صورت میگیره واقعا، و نوع حرکت های قیمت ها و گپ هم تا اندازه در بازار کمه اخلال پیدا میکنند. ولی ما میگم که از این هم میتره که یک چیز بد میتونه که آدم یک چیز خوب را با وجود بیاره و ظرفیت سازی کنه و فرصت ایجاد کنه. بله. عمدتا فرصت ها چی خوب چی بد میتونه، از حادثات خوب و بد میتونه فرصت ایجاد کنه. این فرصت با وجود که این حادثه با وجود که بسیار خراب بوده میتونه فرصت برای دولت ایجاد کنه تا روی مسئولیت گمرکات بسیار تاثیر وارد کنه و ببینه و روی حرکات سیاسی کشورها هم ببینن و در پالوش روی عواملین از اینکه در درون دولت افغانستان هست هم او را باید ببینن، برای از اینکه چرا در بنادر دیگر چنین صورت نگیره که در این صورت میره. و جالب دیگر آغاز کار تنها آغاز از یک لاری و یک تانکر بوده، نه از صدا تانکر و نه از یک انفجار، خب بلکه با خبر داده شدگی دریور هم کسی متوجه نشده، از این راست یک سلنگاری هم دیده میشه. بله. من فکر میکنم که سلنگاری باید شده که 50 میلیون ضرر با وجود بیاد، 500 موتر خراب خب شود و در پالوش هم نوه چیز بدم به نمایش گذاشته شد. بله. قربان شما. گفته میشه که همکنون برق وارداتی ایران به هرات هم قطع شده و گمرک اسلام قلعه دوقارون هم تعطیل شده. دولت در چنین شرایط کنونی باید چه کاری انجام بده به نظر شما؟ خب من فکر میکنم که این یک حادثه خرد نیست که دیگه ما او را زمایم خود نداشته باشه. این حادثه بزرگ است که زمایم کلان دیگه داره. قیمت های نفت و گاز در هرات و در منطقه غرب افغانستان فوق العاده بلند خواهد برد. مسئله برق اون صدمه زده، مسئله واردات صدمه میزنه. شما در بازار در حقیقت کاهش کالاها را میبینین و نوع ناباوری های تجار زیاد میشه. من فکر میکنم که ما یکی از کلانترین و مشکلترین حرف را که فعلا در تجارت افغانستان داریم عدم باور تجارها برای مسئولیت خودشان است. چی مسئولیت خودشان، چی مسئولیت خانوادهشان و چی مسئولیت سرمایهشان است. از این لحاظ ما چون در مرحله دوم خرابی اومدیم، یعنی ما در حقیقت یک سنت ما سرمایه گذاری صنعتی را رها کردیم و به سرمایه تجاری اومدیم و در سرمایه تجاری اگر ضربه ببینه و در حقیقت ناباور شود و دیگه کار نکنه در افغانستان، شما به زودترین فرصت در حقیقت دروازه های مارکت ها را بسته خواهد دیدین و در اونجا باز ما مشکلات زیاد سیاسی اقتصادی اجتماعی خواهد داریم، حتی مشکلات سیاسی کلان به وجود خواهد آمد. از این لحاظ من فکر میکنم دولت آگاهانه به زودترین فرصت کار انجام بدن و در حقیقت جبران خساره بکنن. 5 میلیون برای از این تانکرها برای از این کسایی که هست عبد نفر را ترنشی بکنن و در پالوش برق هم ایجاد بکنن. بله. و هم شرایط مسئول برای تجار در گمرکات خلق بکنن. این نتونه در این
گمرک، بلکه در گمرک های دیگه هم باید چنین کار انجام بدن. ما در گمرک مثلا در ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و پاکستان چنین گمرک ها داریم که به خصوص در پاکستان موتورا بسیار پول پلوسیده میشن و دقیقاً سوال همینجا سوال استاد مسعود که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی چه اقدامات باید روی دست گرفته شود؟ حتی ما شاهد از هستیم که جای دور نریم، همین در کابل در کوت سنگی یک مارکت بزرگ از اموال تجاران در گرفت، آتش گرفت، در مندوی هم همچنین شاهدش بودیم. برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی چه اقداماتی باید اصلا صورت بگیره به نظر شما؟ قربانش شما میفهمید که عمدتاً وقتی ما مسئولیت کالای تجاری میگیریم در حقیقت مسئولیت تانک و توپ و عسکر را نمیگیریم دیگه، برای اینکه من فکر میکنم تجارا هم مانند که به دولت مالیه و تکس میدن، برای طالبان هم در حقیقت تکس میدن. این من هیچگاه فکر نمیکنم که مسئله را طالبان انجام داده باشه یا اپوزیسیون انجام داده باشه، به خاطر اینکه اونا هم در حقیقت وقتی که 500 لاری را حرکت نکنن، مطابق 500 لاری عواید از اونا هم کم شده. شما میفهمید که بفرمایید اونا هم تکس میگیرن از این. بله. از این لازم همین که ما باید روی مسئولیت از این حرکت کنیم. مسئولیت از این در حقیقت ایجاد زمینه های مسئولیت است. زمینه های مسئولیتی است که ما در حقیقت ساعت معین برای آماده بسازیم و این ساعت معین که دارای همه چیز است. دارای آتش نشانی است، دارای برق پوشیده است، دارای و گراج ها و معین است که در حقیقت میتونه مسئولیت سرمایه‌گذاری زینا را باوجود بیاره. تشکر از شما. این مسئولیت از جناب استاد مسعود آگاه مسائل اقتصادی، ممنونم، سپاسگزارم از حضور شما در این تماس اسکایپی، سپاسگزارم، تشکر. قربان شما، سلامت باشید. راننده وزیر دفاع ملی و پسر 5 ساله‌اش از سوی افراد ناشناس به ضرب گلوله در کابل کشته شدند. منابع امنیتی میگویند این رویداد شب گذشته در منطقه مکروریان 4 از مربوطات ناحیه 9 شهر کابل رخ داده. این منابع گفته محمد افضل از نزدیکان اسدالله خالد وزیر دفاع ملی و به حیث راننده آقای خالد انجام وظیفه میکرده. در همین حال فواد امان سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته 18 جنگجوی طالبان در عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی سروبی کابل کشته شدند. پلیس کابل از جلوگیری یک انفجار خونین در شهر کابل خبر می‌دهد. به گفته آنان حوالی ساعت 7:30 دقیقه صبح امروز یک حلقه ماین در مربوطات ناحیه 5 ساحه فاضل بیگ که در یک گلدان جاده عمومی جاسازی شده بود کشف و خونسا گردیده و از وقوع یک حادثه خونین تروریستی جلوگیری شده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید میزان خشونت‌ها در افغانستان بالاست و افغان‌ها از این وضعیت رنج می‌برند. سخنگوی پنتاگون هم اعلام کرده روی این وضعیت تمرکز داریم و می‌خواهیم جنگ در افغانستان به گونه مسئولانه پایان یابد. همزمان با این یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته طالبان مسئول خشونت‌ها و ترورهای هدفمند اخیر در افغانستان هستند. افزایش خشونت‌ها در افغانستان موردی که نه تنها مسئولان حکومتی و شهروندان را نگران کرده، بلکه در بیرون از مرزهای افغانستان نیز نگرانی‌ها در این مورد وجود دارد. در اینجا ایالات متحده سخنگوی پنتاگون سطح خشونت‌ها در افغانستان را بلند می‌خواند و می‌گوید افغان‌ها از این وضعیت رنج می‌برند. خشونت‌ها در افغانستان در سطح خیلی بلندی قرار دارد و افغان‌ها از آن رنج می‌برند. این یک مسئله مهم است. این چیزی است که ما در حال حاضر روی آن تمرکز داریم. ما می‌خواهیم به یک توافق دست یابیم تا جنگ به طور مسئولانه پایان یابد. همزمان با این یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفته خشونت‌ها در افغانستان به سطح بلندی ادامه دارد و این وضعیت همه را متأثر ساخته. او گفته طالبان مسئول اکثر قتل‌های هدفمند هستند و این گروه یک سیستم از خشونت را در افغانستان ایجاد کرده. در همین حال خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده اگر ایالات متحده به حضورش در افغانستان ادامه دهد، در آن صورت احتمال جنگ خونین و افزایش خشونت‌ها در افغانستان وجود دارد. اگر نیروهای آمریکایی طبق جدول زمانی از افغانستان خارج نشوند، نیروهای آمریکایی یک ماموریت خیلی دشوار و پرخطر را در پیش روی خواهد داشت. در بهار آینده آمریکایی‌ها یک هزینه خیلی گران را در افغانستان پرداخت خواهد کرد.
با این همه گمان زنی ها بر این است اگر مذاکرات صلح دوحه از سر گرفته نشود و پیشرفتی در این زمینه به دست نیاید، احتمال دارد با آغاز بهار آینده خشونت ها در افغانستان به گونه بی سابقه افزایش یابد. از جانب هم هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته که باید مأموریت نظامیانمان در افغانستان تمدید شود. امروز 26 دلف مصادف است با 32 سال روز خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان، ارتشی که 9 سال تمام از هیچ گونه جنایتی دریغ نکرد. حالا 3 دهه پس از این پیروزی مجاهدین علیه روزها ابهامات گسترده‌ای از چگونگی شکست پسا پیروزی مطرح است. اینکه چرا صف اتحاد مجاهدین از هم پاشید و افغانستان به میدان نبرد قدرت‌های جهان مبدل شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از علی رضایی. 32 سال پیش از امروز عبور آخرین افسران ارتش شوروی پیشین از پل دوستی پس از 9 سال جنگ و اشغال. اما ماجرا از کجا آغاز شد؟ بر اساس روایت‌های تاریخی نخستین سربازان ارتش سرخ در 6 جدی 1358 از همین پل گذشته و وارد افغانستان شدند، جایی که بعدها به پل دوستی معروف شد. اما جنگ روزها که بیشتر به درگیری یک جانبه معروف است 9 سال تمام دوام کرد. مشارکت حدود 600 هزار سرباز روس در افغانستان و جنگ سنگ در برابر تفنگ. باور به وجود آورد که اینا نیروهای کفری هستند، بعد اینا نیروهای ظالم هستند، نیروهای ستمگر هستند. با این روحیه که هم مردم که هم جهاد میکنن در مقابل اینا، هم با یک گروه ظالم و ستمگر مواجه شدن و هم یک تجاوزگر که به خاک و سرزمین اونها آمده، هر کدام از اینا او جهادی که در دین آمده بود به مردم فرض میساخت، با روحیه جهادی مردم وارد این مقابله شدن. مقاومت مجاهدین در آن زمان به یک الگو و اسامی رهبران جهادی در افغانستان بر سر زبان‌ها افتاده بود. هنوز مردم طعم پیروزی را نچشیده بودند که دستاوردها به یغما رفت و جنگ‌های خونین داخلی شدت گرفت. حالا سالها پس از این ماجرا، مقامات حکومتی و اساتید دانشگاه علت ناکامی در حفظ دستاوردها را یک دخالت قدرت‌های منطقه و جهان و دیگری عدم آمادگی مجاهدین برای حکومتداری می‌دانند. آمادگی های لازم برای یک انقلاب اجتماعی که ناشی از ضرورت های اجتماعی بوده نبود. او یک موج در مقابل تجاوز بود. ما در یک موج و یک بحران قرار گرفتیم که حالا باید به مدیریت او بحران میپرداختیم. فرصت برای سوء استفاده های کشورهای منطقه ای که در دوران جهاد در افغانستان کمک هایی را کرده بودند و هر کدام از اونها میخواستن افغانستان حیات خلوتی برای اونها باشه و اون استراتژیک برای خود تعریف کرده بودند، ای از طرف رهبران جهادی متاسفانه به جدیت درک نشد و فهم نشد و برنامه‌ریزی صورت نگرفت و باعث شد که متاسفانه ما شاهد ویرانگری ها و خرابات زیادی در داخل افغانستان باشیم. اکنون سالها پس از خروج ارتش سرخ شوروی، افغانستان بار دیگر در یک آزمون تاریخی قرار دارد. این بار نه خروج روزها که خروج سربازان آمریکایی و ساکر ناتو از افغانستان. شماری از تحلیلگران با ابراز نگرانی در این مورد میگویند که با خروج عساکر ناتو مبادا سرنوشت افغانستان شبیه آن زمان گردد. رئیس و 7 کارمند گمرک ننگرهار به اتهام فساد بازداشت شدند. منابعی در ریاست گمرک ننگرهار گفتند این افراد در عملیات نیروهای مبارزه با جرایم سنگین بازداشت شدند. به گفته این منابع، رئیس، 2 معاون، مدیر ارزیابی، مدیر گدام‌ها و 3 کارمند دیگر گمرک ننگرهار شامل بازداشت شدگان هستند. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار اما گفته تنها 5 نفر به شمول حشمت الله علیزی رئیس گمرک این ولایت به اتهام فساد بازداشت شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا که در ارتباط با حمله روز 6 جنوری هوادارانش به کنگره متهم شده بود، سرانجام از سوی مجلس سنای این کشور تبرئه شد. و دنبال تبرئه او، جو بایدن در یک واکنش اعلام کرد که این یک فصل غمگین در تاریخ آمریکا است و نشان دهنده دموکراسی شکننده. دونالد ترامپ اما طی یک بیانیه گفت شاهد فاز دیگری از بزرگترین پیگرد بی‌پایه در تاریخ کشور بودیم. این در حالی است که برای محکومیت ترامپ حداقل باید 67 سناتور رأی تایید می‌دادند.
در کمتر از دو سال دوبار استیضاح. این پرونده جنجالی دونالد ترامپ است، تنها رئیس جمهور در تاریخ آمریکا. اینجا محاکمه سیاسی برای دونالد ترامپ. حدود 100 سناتور غالبا از دو ترکیب سیاسی برای محکومیت و یا تبرئه ترامپ تصمیم میگیرند. تصمیم برای بیگناهی و یا گناهکاری ترامپ در ارتباط با حمله روز ششم جنوری به کنگره. برای محکومیت ترامپ در اینجا تنها به 67 رأی مثبت نیاز است. سناتوران اما با 10 رأی کمتر با تبرئه او موافقت میکنند. 57 در مقابل 43 رأی و رئیس جمهور بیگناه است. اتفاق نادر اما پیوستن 7 سناتور جمهوری‌خواه در ردیف دموکرات‌ها بود که به محکومیت ترامپ رأی مثبت دادند. اما میچ مکانل رهبر جمهوری‌خواهان سنا که به خاطر حمله روز ششم جنوری به شدت از دونالد ترامپ انتقاد کرده بود و بیگناهی او رأی داد. مکانل اما گفت مسئول حمله به کنگره ترامپ است، ولی حالا که او در قدرت نیست امکان استیضاح او وجود ندارد. در حالی که ماموران پلیس در حال خونریزی بودند و شیشه های خرد شده همه جا ریخته بود، او به تکرار دروغ ها درباره انتخابات و به ستایش مجرمان ادامه داد. بعد از تبرئه آقای ترامپ، رهبر دموکرات های سنا هم گفت ششم جنوری به عنوان روز ننگین در تاریخ آمریکا ثبت خواهد شد و رأی به تبرئه دونالد ترامپ به عنوان رأی ننگین در تاریخ سنا ایالات متحده ثبت می شود. اما دونالد ترامپ تا یک بیانیه اعلام کرد: باعث تأسف است که یک حزب سیاسی در آمریکا آزاد است، حاکمیت قانون را تضعیف کند، مجریان قانون را بدنام کند، او باش را تشویق کند و شورش را توجیه کند. با این حال، در حال حاضر 100 کرسی سنا به طور مساوی میان دو حزب تقسیم شده است. با این وجود، دموکرات‌ها به دلیل داشتن رأی برنده معاون رئیس جمهور عملاً اکثریت دارند. معاون سخنگوی جو بایدن از مقامش کنارگیری کرد. تی جی داکلو یک روز بعد از آن که به اتهام تهدید یک خبرنگار زن وظیفه‌اش معلق شده بود، از مقام خود کنارگیری کرد. با این حال ادعاهایی وجود دارد که او یک خبرنگار را هنگامی که درباره زندگی شخصی‌اش سوال کرده بود، به مرگ تهدید کرده است. پیش از این جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اولین روز کاریش گفته بود هیچ نوع قلدرمآبی را تحمل نخواهد کرد. وزارت بهداشت جمهوری گینا از جان باختن 4 نفر بر اثر ابتلا به ویروس ابولا در این کشور خبر می‌دهد. مقامات صحی در این کشور با تایید این رویداد گفته حیات دوباره ویروس ابولا پس از پایان همه‌گیری در سال 2016 نگران کننده است. بر اساس گزارش‌ها 8 نفر از شرکت کنندگان در مراسم تدفین یک پرستار در شهر نظره کوره دچار علائمی از جمله اسهال، استفراغ و خونریزی شدند که 3 نفر از آنان فوت و 4 نفر دیگر نیز به شفاخانه انتقال داده می شوند. با این حال تدروس آدهانو مدیر کل سازمان بهداشت جهانی نیز در توییترش نوشت این سازمان از شناسایی 2 مورد مشکوک به این ویروس را نیز در پایتخت گینا مطلع شده و آزمایش آنان در حال انجام است. و اینک پیشبینی وضعیت آب و هوای امروز. کابل آفتابی 17.0، بامیان آفتابی 4-6، جلال آباد آفتابی 25.7، غزنی آفتابی 13-4، قندهار آفتابی 24.3. قندوز آفتابی 24.7، لشکرگاه آفتابی 26.4، مزار شریف آفتابی 20.10، نیلی آفتابی 11-3، هراد آفتابی 21.3، اسلام آباد آفتابی 25.11، تهران آفتابی 18.8، دبی آفتابی 26.14، دهلی آفتابی 28.11،
و سرانجام مکه آفتابی 35-22. و در پایان نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. گمرک مرسی سامقلعت در کام آتش، دست کم 500 تن کرم مواد سوختی در هرات آتش گرفت و ده ها راننده در میان شعله های آتش سوختند و روانه بیمارستان ها شدند. و این به عنوان یک بحران شناخته شده، جلسه مدیریت بحران خود ما تشکیل دادیم. ادامه ترورهای هدفمند در کابل، قربانی این زنجیره این بار راننده وزیر دفاع ملی همراه با پسر 5 ساله او است. و تبرئه دونالد ترامپ در دومین محکمه سیاسی او در سنا، ترامپ اعلام کرد به زودی برخواهد گشت. 57 در مقابل 43 رای و رئیس جمهور بی‌گناه است. بیننده های عزیز و ارجمند، در همین جا به پایان این سرویس خبری رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین ممنون و سپاسگزارم. خدا نگهدار.